دست خودم چه بلای سر خودم و خانوادم آوردم. اینقدر خودتو اذیت نکن. بیا. برات عرق بیدمشک آوردم. بخوری جگرت حال بیاد. بفرمی. آخه. حالا همه این لباس زمستونی ها رو باید بریزم بیرون. با چی شوق و ذوقی هم بستم گفتم پاریس. دوباره لباس تابستونی بیارم بذارم. لباس تابستونی حجمش کمتره، اقلن دو برابر میتونی لباس ببری. مگه قرار چند روز اونجا بمونی؟ والا داداش گفت برای 4 روز هتل رزرو کردم. چی فکر میکردیم چی شد؟ الان من باید عصبانی باشم به خاطر 1 پول ویزا، 2 پول هواپیما، 3 رزرو هتل، همه اینا. البته همش برای سر احمدتون ها. من فکر کردم اینجوری تقصیر میفته گردن آقا رئی. تو 15 روز اونجا خون به جگر ما نمی کنی تو پاریس. همین دیگه. اومدی زرنگی کنی گیر کردی. به قول داداشم خود کرده را تدبیر نیست. آخ تو اومدی اینجا الان من دلداری بدی؟ الان نگاه کن چشاتو. اون جذبه‌ای که تو چشات بود دوباره برگشت. برنگشت؟ داری من خر میکنی؟ آره خب میگه نه، یعنی که خر نه. خرم خب مگه حیوانه بدیگم چشایی به اون زیبایی داره. انبرنسا. پاشو 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 پاشو. خب خود خندیدی ها. این تو از دست من عصبانی نیستی الان. برای چی آخه باید من عصبانی باشم از دست شما؟ اگه عصبانی بودم که برات عرق بیدمش نمی آوردم که، منت کشی نمی کردم که قانون. بعدم مگه ما نمیخوایم به خاطر روشنک بریم؟ میریم کیش بهش خوش میگذره دیگه اونجا. خودش دوست داشت اصلا بیا. ببین یه وقت نشینی با برادر درد دل کنی، ماجرای روشنک رو براش تعریف کنی یا صاف میره میذاره کف دست محبوبه. ببین عیب میذارن رو دخترمونو بالا غیرتن. من که این کارو نمیکنم. محبوبم که اهل این حرفا نیست. شما به فکر بستن چمدونت باش. ساعت 4 صبح با داداش قرار داریم زیر دروازه قرآن. 4؟ بله 4 صبح. میگم بابا خدای ساعت 4 صبح زود نیست؟ نه خیر، همه چی طبق برنامه و دقیقه. بابا حالا چرا دروازه قرآن؟ این همه رو امونو دور کنیم. اگه از مسیر اصلش بریم حداقل 20 دقیقه بیشتر میتونیم بخوابیم. شماها که باباتون رو میشناسین، هر موقع بخواد بره سفر باید از زیر دروازه قرآن رد بشه. به جای این حرفا بگیریم بخوابین، فردا کله سحر باید بیدار شیم. مامان جان مگه ما مرغیم که الان بگیریم بخوابیم؟ نه تو جوجه ای. جوجه ها وسایلتون آماده است؟ بله. مسواک، حوله، همه چی؟ بله بابا همه چی. فلاسک چای، قند، کیشمیشای من، قرص خودت، قرص من، مسکن ها. خیالت راحت راحت، همه چی آماده است. شما فقط کاراتو بکن، ریخت و پاشیتو جمع کن، منم برم آشپزخونه رو جمع و جور کنم، بعد دیگه ببینم که چی. پرچم پرچم آماده است؟ پرچمم آماده است. خیالت راحت. پس دست در نکنی، چایی هم برام بریز. چایی دیگه تعطیله. شما اگه الان چایی بخوای بخوری دیگه تا صبح خوابت نمیبره. خب طبق برنامه که من نوشتم، پرچم سفید مال مواردیه که شما میخواید توقف بکنید. پرچم نارنجی مال مواردیه که شما توقف میکنید غیر عادی و اضطراری. نمیدونم، به نظر من که اصلا احتیاجی به این کارا نیست. این کارا خیلی اضافیه. نه اصلا میتونیم فقط با موبایل با هم دیگه در تماس باشیم. موبایل ممکنه آنتن نده. در ضمن با سر صدای ماشین ممکنه صدای موبایل شنیده نشه، ولی این برنامه مطمئنه و سفر ما رو در آرامش کامل تضمین. ما که پرچم سفیدمون یه سر بالاست. داداش جان از پرچم سفید نمیشه زیاد استفاده کرد. پرچم سفید رو شما میتونید در مواردی استفاده بکنید به مدت 10 دقیقه و 3 بار در این سفر و 1 بار هم نیم ساعت برای صرف صبحانه. همین. ای آقا پادگانم اینجوری نیستی که شما. مگه تو سربازی رفتی؟ حالا طبق محاسبات من فاصله بین شیراز تا چارک 625 کیلومتره که با سرعت مطمئنه ما میبایستی 7 ساعت و 15 دقیقه وقت. 626 کیلومتر 7 ساعت و 15 دقیقه؟ چجوری حساب کردین شما؟ هر جوری حساب میکنم اصلا نمیشه. میشه اون 2 ساعت و 45 تا 3 ساعت. 625 کیلومتر 3 ساعت میشه.
اینقدر به اون مغز فندقیت زحمت نده. آخه 600 کیلومتر رو چجوری دو ساعت میخوایی؟ منظورشون سرعت مطمئن است آقا بهروز. آه سرعت مطمئنه رو که میگن که آره با سرعت مطمئنه درسته، با سرعت مطمئنه میشه همون چقدر برمیدین همون میشه درسته، بله خیلی درست، کاملا درسته. سب تو پنج تا اون بر درسته درسته. بیشتر از این نمیتونیم ما معطل بکنیم. با محاسبات من میبایستی ما ساعت 12:30 برسیم به چارک که بتونیم کپوتاژ رو انجام بدیم، به علاوه معلوم نیست چند ساعت تو نوبت بایستیم. اگر تأخیر بکنیم ممکنه نتونیم توی لنکراف خودمونو وارد بکنیم. حالا میل خودتونه و اینا ناچار میشیم شب تو چارک بخوابیم. پس آپیش به سوی کیش، تا زمان از دست نداریم. من جلو حرکت میکنم. هیچ کسی حق سبقت نداره، کارهای خطرناک نمیکنید، مواظب همدیگه باشید. خب با توجه به اینکه واقعا اول سفر آدم دوست داره با یک انرژی مضاعف حرکت بکنه و روح شادی در بین ما باشه، خواهش میکنم یه دست مرتب برای عموی عزیز حرکت کنیم. اجازه بدید برای... پرچماتون هم بدم. این پرچم شما، خانواده عمو، اینم آقا بهروز مال شما. بفرمایید. اومده از سمت دروازه قرآن، فکر کنم میخوام برم تهران. اه و چرا دور زدن؟ به نظرم میخوام برم سمت جنوب. باشه باشه بهت زنگ میزنم. باشه خدافظ. نگاه کن چه خبره اینجا. آره دیگه شیراز همینه دیگه، اینجور موقع اینجوری میشه. نشنیدی مگه میگه شیراز 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 میگن ناز واسه افتو جنگش، نشنیدی نو؟ آره خب میدونم، ولی سفر کردن به چه قیمتی واقعا؟ تو خونشون بمونن که راحت ترن. من نمیدونم اینا تو چادر چجوری سر میکنن. بابا خیلی کیف میده اینجوری سفر کردم. من با رفیقام اینجوری میرفتم تو چادر کیف میکردیم. نگفته بودی؟ خودم همه چی نمیگه که یه سری چیزا رو نگه میداره واسه یه زمان بعد از ازدواج. مسخره شو در آوردن. همگه زمان رو از دست میدیم، زمان رو از دست میدیم، بعد خودش وایستاده اون وسط یک ساعت سخنرانی میکنه. 10 دقیقه هم نشد. خب حالا آخه یه جوری حرف میزنی فهم کنه ما شاگرداشی. شما که برادر منو میشناسی، اون همه کاراش منظمه، دقیقه، روی برنامه ریزیه. بهت گفته باشم اگر بخواد کیشین رفتارشو ادامه بده من اعصاب ندارم. اصلا دوست ندارم کسی دیگه برای من برنامه ریزی بکنه. اونجا که رسیدیم منم که میگم کجا بریم، چی کار کنیم، چی بخوریم، کی برگردیم. خانم بذار اونجا برسیم، اگه ایشون تو کار شما دخالت کرد باشه، شما هر چی دلت خواست اونجا بگو. من اگه با این خانم حرف نزنم خوبه؟ نه اصلا خوب نیست. یه دو روز میخوام بریم بگیم و بخندیم. خب دلیل نداره به هم دیگه تیکه بندازیم که. من تیکه انداختم؟ آره دیگه خانم، اون گفت مگه پادگانه، شما هم گفتیم مگه سربازی رفتی. خب مگه سربازی رفته؟ ای بابا چقدر سیریش. بله بله، این لغت ها رو از کجا گیر میاری؟ مگه تو خواب نبودی؟ نمینی که همچین پیگیر دارن داستانو میبرن جلو. خیلی خوب بخواب، بذار بخوابیم. خدا کنه عمو جون هتلی که انتخاب کرده خوب باشه. ببین مهم اینه که کیف کنیم دور هم، مهم اینه که خوش بگذره، مهم اینه که با هم دیگه باشیم. حالا یه خود هتلش هم بد بوده اب نداره بابا. آخه میدونی چیه بهروز جان، من نگران خودم نیستم که، نگران مامانم. چرا؟ اگه یه ذره، فقط یه ذره از هتل خوشش نیاد دیگه هیچی، دیگه اخم و تخم میکنه تا آخر سفر. مامان من سوالی دارم، چطور ما پارسال رفتیم هر چی ما گفتیم عمو قبول کرد؟ برای که پارسال اونا مهمون ما بودن، متاسفانه امسال ما مهمون اوناییم. خدا بخیر. چیزی بگم اگه میخوای اعصاب خردی را بندازی از همین الان به من بگین، چون من واقعا حوصله‌اشو ندارم که بیام اونجا هی همش هر دقیقه سر هر چیزی گیر بدین اعصاب خردی را بندازی. روشنک جان عزیزم، اعصاب خردکنی برای چی؟ ما داریم میریم سفر، سعی می‌کنیم بهمون خیلی خوش بگذره. و سلام، دیگه بحثم نکنیم. 8:34 ثانیه است. سلام صبح. بیا هانی اینو بخور، اولا یه ذره چشم بازش. بابا چشای من بازه، بیا نگاه کن. چرا بابا؟ بابا 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 بابا
روشنک جون چیزی میخوری ماما؟ میوه برات پوست بکنم؟ نه ماما. ببینم شما هم گشنتون نیست؟ والا چرا؟ من که شکمم به قارقور افتادم. دوستی تو قهوه خونه رو رد کردی و میستدی دیگه. والا فعلا سکان کشی دست آقا داداشه. ببینیم کی اراده میفرمایین که توقف کنه. همین دیگه، تقصیر خودته. به قول آقا داداشتون خود کرده را تدبیر نیست. حالا ما بعد وایسیم ببینیم ایشون کی اراده میکنن پرچم سفید ببره بالا. پرچم سفید زدن دیگه، داشتم ضعف میکردم. الهی شکر مردیم گرسنگی. خب بزنیم بلد. به خدا کنه تمیز باشه، اینجا رو بلد است. داداش دیگه داشتیم ناامید میشدیم ها، گفتیم از صابون خوردن شما کلن انصراف دادیم. امکان نداره، مگه برادرتو نمیشناسی میتونه از صابون بگذره؟ محاله. میدونی من چند تا قهوخونه گشتم تا بهترینشو انتخاب کردم؟ یادت باشه یه فتوحی اصیل هرگز بیگدار توی سفر با آب نمیزنه. مگه شما این جاده رو رفتین اومدین تا حالا؟ وقت کردی فقط به داداش برسیم. ولی همه این قهوه خونه که ما دیدیم دو سه تا به نظر یه جور میومد. نظرم اون بابا مدتیه که داره مسیر رو چک میکنه. یعنی شما چندین و چند بار این مسیر رو رفتین اومدین؟ اینترنت بگیرن. اینترنت؟ بابا خسته نباشه، خیلی زحمت کشیم. ما بگیم جاده رو هی رفتین اومدی. عمو جون یعنی آدرس همه این قهوه خونه رو تو اینترنت پیدا کردین؟ نه عزیزم، چند تا سفرنامه خوندم از شیراز تا چارک. بهترین امتیاز به این قهوه خونه داده بود. ریتش چند بود بابا؟ ریت چیه بابا؟ چی کار داری به ریتش؟ بهترین نشه. فقط یادتون باشه 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم. ای بابا داداش جون مادرت اذیت نکن دیگه بابا تو ما رو. غذا خوردن مثل تیر تفنگ میمونه، وقتی خورد بهت باید بیافتی ولوشی. حق با پدر جانه، گفتم که خوردن مثل تیر تفنگ میمونه، وقتی بهت خورد باید بیافتی ولوش. میل خودتونه، ولی اگر طبق برنامه پیش نریم لندکرافت رو دست میدیم، وقت بعد ناچار میشیم شب کجا بخوابیم؟ چارک. بابا جان لندکرافت نه، لندینگ کراف. پاشی پاشین جمع کنی خوردیم دیگه. بابا تو رو خدا یه لقمه دیگه ما بخوریم. چیز نکن، عجله نکن. مادر جون خیلی مونده پرچم سفید بزنن؟ نمیدونم بهروز، تا اونجا که عمو میگفت یه ساعت و رو بینا دیگه. یه ساعت و رو؟ وای زودتر نمیشه بزنن؟ چته؟ چی شده؟ خوابت گرفته بعد یه چایی بریزه؟ نه چایی، نه اصلا چایی که اصلا صحبتشو نکن. خب چیه خسته من برم؟ نه اون که اصلا فلش کن اصلا. واقعا خیلی دلت هم بخواد. پس دیگه چی نگو، بازه من یه چورت بزنم دیگه. میشه نزنی؟ چیو نزنم؟ چرت نزنی من با بعد صحبت کنی، من یه خود حواسم پرچه. پس چی؟ ها؟ وای خاک به سرم، پرچم نارنجی. بلنکم یاد بچم یه چیزی شده. هیچی نشده احتمالا یکی بنزینش گرفته. صبر کن بزنیم بقید. Thank you.
میزنه. نه بابا خواب بنزین که این بره. آه اینم بابا گفتم که بردم که من رفته بابا بنزین خودش رو خالی کنه. بابا جون حالا دستشوی رفتم مگه جرمه؟ نه قربونت برم نه مادر جرم نیست. میگه ما همین نیم ساعت پیش تو قهوه خوردیم. والا اون مقدار آب و چایی که اون خورد تو توپ میرختی میتونه نه بابا شما ندیدینش من دیدم حواستون نبود. بقیه چایی رویارم کوبول کوبول رفت خورد. خب حالا چایی خورده چیز بعدی که نخورده. مگه چیز بعدم میخوره؟ خانواده اصیل فتوحی ها. بله اگر از اعتیاد احساس کردید که هیچ نیازی هم ندارید برید سری اونجا بزنید. آقا من که موافقم. بریم. من موافقم. منم بفرمایید. بفرمایید. چیکار کنیم؟ بریم یا بمونیم؟ بریم ضرر نداره. خیلی خوب. شما که دم ماشین هستیم. بیا بریم. نه. مثل اینکه همه پرچم نارنجیاشون بالا بودن. داخل گردن بهروز بعد. ببین الان همه رفتن هیچکی نیست. دارم بهت میگم. فقط یک قطره دیگه چای اگر به بهروز بدی دیگه نه من نه. خب خوابش میگیره. تو میمونی یا میای؟ نه میام. بریم. میمونم. نمیمونم. بیام داده شکر عجله کنیم بعد ناچار میشیم شب چارک بخوابیم. نگران نباشید داداش از برنامه عقب نیستیم. الان خوبی دیگه؟ ها؟ الان خوبی دیگه؟ آره بابا اصلا رنگ ها عوض شد. آره همین لباس تو کجا عوض کردی؟ همین تنم بود. همین بود؟ بهروز فقط یه قطره یه قطره دیگه از این چایی بخوری من میدونم اون شکمت باش. را بیافت را بیافت دیر شد شب چارک میمونیم. ما شکمی پنج دقیقه عصبی شدی چکمی فهمیدم مقصدشون کجاست دارم میرن چارک. میگم خانم چیزی آماده نکردیم ما بخوریم دلم داره ضعف میده. پرچم نارنجی خدا کنه اتفاقی نیفتاده باشه. به جان بهروز دیر شد. دارم چیکار میکنم الان؟ آخی اینم تموم شدش. آقا بهروز شما اینو باز میکنی من برم دستشویی بیا. دخترم آقا شما هم هرس نخو پیر میشه. بیا همه واسه ما زرنگ شدن وقت شکار تنبلیش گرفته واسه ما. میبینی کاراتو بهروز باعث شدی برای دومین بار پرچم ما بره بالا اونم نارنجی. بعده پرچمونو بردم بالا بعدم مگه من پنچر کردم اونو خودش پنچر میشه دیگه ماشین تو جاده میره پنچر میشه. بله مامان. بله مامان. چی شده مامان؟ هیچی داره رویا درست شد؟ نه دیگه داره درست میشه. دیر شد از برنامه عقب افتادیم ها. نیست به شما بد میگذره؟ بله مامان. ببینین شوهرت چی کار میکنه آخرش باعث میشه ما شب چارک بمونیم. مامان جان یه جوری میگی انگار تقصیر بهروزه. خب ماشینه دیگه پنچر میشه بعدم نمیدونم چه هرچی بلای سر ما میاد. خودتو نخواه بابا جون بیا تخمه بخواه. نمیخوام بخواه بیا بازی من برم دستان بشو بیا ببینم همش نه نه پاشو بینم یاله بگیریم. من خوبه نشستم. بیا برو دختر جوون. آقا من ای بابا یه گوشه میشه. بدمینتونم خوب نیست آخه. ندم آقا. چه یه بی انرژی پاشو بینم. مگه ما قهرمانیم. آه. برو بینم. گلی؟ بله. روشنک طوریش نیست؟ ببین محبوب تو این هاگیر واگیر تو هم حوصله داری یا چشه؟ نمیگم چشه. آه. اینجوری نبود قبلا و میگفت میخندید الان یه گوشه کز کرده. میری میای میگه این چشه اون رو اینجوری نیست آقا رستم. ایشون دیشب کم خوابیده صبح هم زود بیدار شده یه خوبی چرت میزنه. خیلی خوب حالا سلامت باشه من نگرانشم. بیا برو دنبال شرم نگم خوبت شو بیا خانم یه خوره تخم بخور دنبال شرم. خیلی خوب بده من اینو بده من شما برو زاپاس تو بیا. زاپاس؟ زاپاس زاپاس نداری؟ زاپاس؟ چرا؟ من میشه نداشته باشم هست زاپاس هست. خب برو بیار دیگه چه؟ پنچره پنچره
بدون زاپاس رو افتاد اومدی جاده؟ عمو جان من بدون زاپاس را نیافتادم بیام جاده، شما ما رو برد توی جاده. من الان باید باید هوای ابری زیر ایفل وایستده باشتم کیف داشتم میکردم، شما ما رو برد توی این وضعیت. پس بقیه شون کجا؟ آخه بچه جون، آدم وقتی میخواد بره مسافرت ماشینش رو میبره یه چک میکنن، اینطوری نمیاد تو جاده گیر بکنه. قرار نبود ما با شما مسافرت جاده‌ای داشته باشیم عمو جان، که ما الان باید توی هواپیما بودیم به سمت پاریس فرودگاه شارل دوگل هم پیاده میشدیم، نه تو ماشین به سمت چارک، بعدش هم بریم کیش. من تمام جاده های این کشور رو مثل کف دستم بلدم عمو جان. والا تا اونجایی که برادر من میگفت یه بار دخترش بردش بردی اصفهان رو برگردوندی همین. خب اون جاده نداره اصفهان، اصفهان جاده نیست. بعد من خدمت شما عرض کنم پنچری هواپیما احتمالش 1 به 1000 ولی پنچری ماشین 100% اتفاق میفته. حرف میزنی ها، حالا حواسمو پرت نکنی کجا باید نگه داری. بفهم اگه میخوای توجه پدر خانم تو جلب بکنی یه رو بیشتر نداری، فقط خودت باش همین. بابا عمو جون شما به اخلاق خودتون نگاه نکنین، اصلا پدر جون از من یه جوری از ته دل متنفره انگار، یعنی شما کار نیست من نکرده باشم، یه نرود میخوانی در سنگ. این بابا تو شخصیت جذابه، میدونی رویا چقدر خواستگار داشته و خواستگار پولدار تو رو انتخاب کرده، پس اعتماد به نفس داشته باش، به جذابیتت فکر کن. همین خیلی لطف داریم، شما میگین جذابم جذابم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سال نوتون مبارک. سال نوی شما مبارک. شما مبارک بشه. میرید بندر عباس؟ نه ما میریم چارک. اه خب منم میرم چارک. اه خوش به حالتون، چه خوب. ایوی نداره همراهتون بیا؟ همراه ما؟ ای اتوبوس ها و مینی بوس ها شبه عیده میان میرن پرن، ما الان یه ساعت وایستادم سر جاده. آخه ما این خانواده ما این پشتن، در واقع نمیتونیم در خدمتتون باشیم چون ما یه تیکم که نمیریم چارک، یه تیکه تیکه وام میسیم دیگه، ببخشید شرمنده شدیم دیگه. خب ایشالا به سلامتی. بله خواهیش میکنم، سلامت باشین. خداحافظ. بریم عمو جان. ببخشید آجاتون تنگ شد، اونجا صندوق آقا پر بود دیگه، مجبور شدیم لاستیکو بذاریم رو دوشک، شرمنده. نه ما راحتم. راحتونم دور کردیم، خانواده ما یه خود جلوتر کنار جاده منتظر ما هستند. عیبی نداره کوکا، بهتره وایستادن سر جاده است. میگم خیلی مونده برسی؟ نه چیزی نمونده. از کجا میاین؟ شیراز. گفتم پس شیرازی هستین. نه یه چند سالی اونجا زندگی میکنیم. گفتم چرا لهجه ندارین، اما اقد اونجا موندین که خلق و خوی شیرازیانه به خودتون بگیرین. مرام و معرفتتون این شیرازی هست. معلومه شیرازی ها رو خیلی دوست دارین. ها دنبادم شیرازیه. آه خدا حفظشون کنه. این پسرم عزیزه از بس که آقاست. خدا حفظشون. ایشون هم داماد ماست، خیلی عزیزه برای ما. لطف دارین عمو جان، خیلی لطف دارین. زنده باشه. آقا تموم نشد؟ اگه تریلی 18 چرخ هم بود الان باید تموم شد. آقا 17 داشت تموم شد، یه دونش مونده تموم شد. دیگرم بده. از این بهتر شما چی میخواد؟ بفرمایید. گفتم که دوتا زود تموم میشه، بفرمایید. داداش دقیق بیا. بله میگم اینقدر گیر نده به این دامادت. اومده بیشون ها چاقالی کرده؟ چاقالی که نه، اون تمام این کارهایی که میکنه فقط به خاطر اینکه بتونه جلب توجه تو رو بکنه. برای همین گیر میزنه دیگه. خب برای که استرس داره. او پوزه چه کلاف دارد این حرفا. حق با شماست، فقط یه مشکل مهمون داریم که باید جا به جا بشه.
بریم آقا، بریم. بریم. خواب یافتیم. یه نگوش کن، مطمئنم خوشت میاد. چطوره؟ بد نیست. بد نیست؟ کل بازار رو ترکونده. واقعا؟ میگم اینم از مزایای سفر خانوادگی و جاده‌ای و دور همیه. آره، ولی دلم رو این چیزا خوشیدنی. شما فقط و فقط دلتو به من خوش کن. به هیچ چی کار نداشته. اگه به لندروپ نرسیم میرسیم گلی جوز، میرسیم. اگه به ساعت 3 نرسیم به 6 میرسیم. البته به شرطی که دوماد جنابالی پرچم نارنجیشو نبره بالا. همینجوری بریم نیم ساعت دیگه چارک. ممنون از راهنمایی. یا فقط شما ببینید کجا پیاده میشید یا راهت دور نشه. نه ما همراه شما میام. شما میخواین تشریف ببرین کیش؟ نه میخوام خیالم راحت بشه که شما به سلامتی میرید. خیالتون راحت باشه، ما میریم. گشتمه. میگم بعد از پمپ بنزین یه قطره چایی هم به بهروز ندادم. کاش که حداقل یه شیشه آب معدنی براش میگرفتم. ول کن تو رو خدا. حالا تو این هاگیر واگیر من دستشویی از کجا پیدا کنم واسه یعنی بنده خدا تا کیش تشنه بمونه؟ نه بابا تو کشتی یه چیزی پیدا میشه، آب معدنی چیزی میدیم بخوره دیگه. مگه اونجا دستشویی داره؟ نمیدونم. خیلی خوب. روشنک. زنم تو چرا اینقدر تو خودتی؟ چرا ساکتی؟ چیزی شده؟ نه. خوبم. چی تو خودشه؟ اونم مثل ما خسته است. محبوب با ساعت 3 شد. نه میگم بهروز از تشنگی یه وقت فشارش نیفته. نه ترس. کسی از تشنگی فشارش نمیفته. فقط ممکنه دهیدراته بشه. خب این دهیدراته شدن نشوناش چیه ستاره؟ تب، لرز، تشنج. وای مامان. نه ببین عزیزم چرا داری شایعه پراکنی میکنی؟ هیچکی واقعا هیچ کس حالا با 2 ساعت بدنش دهیدراته نشده. شوخی میکنه. میگم این بنده خدا چرا نمیره خونه؟ چه میدونم هزار بار بهش گفتیم ببریم برسونیم تا دم خونت. میگه نه تا شما رو راهی نکنم خیالم راحت نمیشه. ای اومدن. اینه چرا این شکلی شدن با؟ خستم. به روزم که دهیدراته شد رفت، معلومه هیچ آبی تو بدنش نمونده. چی شد؟ چرا این همه معطل کردیم؟ بابا ساعت 3 شد، الان کشتی میره ما جا میمونیم. خب چرا حرف نمیزنی بهروز؟ چی بگم دیگه؟ چی بگم؟ دهنم خوش شد اصلا، قد تشنمه. پس چرا نمیریم؟ وایسادیم اینجا. خلاصه کلام، به علت بدی آب و هوا و باد شدید رفتن لندیکراف کنسل شد. پرواز کنسل شد. زنمو بیادبی نمی کنم، فقط این لندینگ کرافته، اون هواپیماه، این تو آب میره اون تو هوا. خیلی خوب تو هم
میگم حالا که اینطوری شده دست جمعی بریم نهار بخوریم، بهروزم تشنگیش برطرف بشه، شاید آب و هوا هم درست شد، این بادم افتاد. بریم دیگه، بریم بریم بخوریم. آره بریم بریم بریم. نمیای داداش شما بفرم. حقیقت اینه که لندی کرافتی امروز حرکت نمیکنه. یعنی که امشب ما در اینجا موندنی هستیم. و سلام. بفرمایید. حالا زحمت دادیم به خدا، راضی به زحمت نبودید. بفرمایید. به خدا شرمنده ایم. حالا جواب بدید. جواب بدید. بفرمایید. خدا تارا نکنید. بفرمایید. دست شما رو هم نکنه. خیلی زحمت کشید. ولی ما یه استراحتی بکنیم، میریم یه هتل چیزی پیدا می‌کنیم. همشون دارن می‌گردن دنبال یه اتاق خالی. حالا همشون تو شهر سرگردونن. خب حالا شهر و ازدحام و اینا رو خواهش می‌کنم ول کنین. اینجا دستشویی هست تو. خدا بکشم. این مستقیم برو سمت چپ در اول. آها مستقیم هم داره. آها. ما رو باش گفتیم آقا بهروز دهیدراته شده. بهروز کلن تو این شرایط کلیه‌هاش خوب کار میکنه. الان وقت شوخی کردن آقا سینا. من شوخی نکردم، جدی گفتم. بچه ها یه خود ادب و رعایت کنید. عیبی نداره کاکا. تو رو خدا اینقدر تعارف نکنید. یه کار به خرابه است. بفرمایید. شما خیلی به ما محبت کردین. خب محبت دیدم که محبت کردم دده. بدمت رو چشمای منه. بفرمایید. 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 بیداری خوابم منو گرفتی، تو خوابی داری حرف میزنی با عادت دارم تو خواب حرف میزنی. باشو مسخره بازی در نیار، کارت دارم. باز خوبه اقلا تو یه چرت خوابیدی، من که تا الان ملک رو هم نذاشتم. از این آرام بخشی که سر شب روشنک خورده از اونا بخور خوابه. ویتامین خور. چی میگی تو؟ درست. وای محبوب. بله ببین من دلم راز رازی شور میزنه. مگه چی؟ این خانم پیر مشکوکه. آخه تو فکرشو بکن، آدم یه ایلو مهمون میکنه خونهش، بعد خودش با میشه میره خونه دخترش، کل خونه رو میسپاره دسته اینا. نکنه این مثلا با یه عده‌ای نقشه کشیدن نصف شبی بریزن سر ما مال اموالمونو ببرن. گلی خوابیده بودم، چشم تازه گرم شده بود بیدارم کردی. نیم ساعتی باید آماده شیم پاشیم بریم. بگی بخواب. چه دل خجسته ای داری تو؟
آشغالم کمک. باش. اومدم. ما کاری دوباره نداریم. دورش خالی کنید. اومدم ننه. دورش خالی کنید. دورش خالی کنید. برید و. برید و. وای. بذارید نفس بکشه. خدا بکشم. بچه مردم کشتنش. بیا. بیا ننه. بیا آب قند بخور حالت خوب بشه. آب قند چیه؟ اینا زدن تو سرم ضربه مغزی شدم. من آووکادو میخوام. ترس خون دیده. دیگه اینقدر محکم نزدم. بابا شما جای من. کلی سحر داشت از دیوار با این هیبت و با این شاخه و این کلاش میپرید تو حیات زهره تلک شده. اول یه سوال بکنین ازادم، بعدش هم کلا من دست دوستم جامون کلا داشت کوچیکش رو داده گذاشتیم سرمون. آخه برای چی شما از دیوار اومدی توی؟ من رفتم دم طباخی آشخانومو دیدم، گفتم بزنی قابلمتون رو تا دم خونه بیارم، بعد بعدش دیگه یادم نیست، فقط درد دارم. یعنی شما میگی تو این قابله من کله پاچه است؟ نه، سر بریده. سر بریده که هست، ولی سر بریده گوسفند. بس حالم به هم خورد. گفتم کله پاچه بگیرم برای صبونتون، ایشالله به سلامتی بخورین و راهی بشین. اومدم در خونه دیدم کلید خونه دخترم جا گذاشتم، برگشتم که کلید بیارم. همون من قابله من رو آوردم تا دم خونه، بعدش دوباره یادم نیست، فقط درد دارم. بعدش هم از دیوار پریدی و گلی خانوم. حالا میگم به جای این حرفا این کله پاچه رو بزنیم تا یخ نکرده. آخه میماسه ها. معلومه سالش چجوریه. تو الان میخوای توی این موقعیت کله پاچه بخوری؟ دست شما در نکنه به فکر منی. من خودم البته این کله پاچه رو برسونم خونمون، بعدش چند ساعت دیگه هم ببرم کیش. حالا با این سر داغون چجوری برم؟ اسمش آقا ابراهیمه. البته ابی صدا میکنه، شما راحت بشین. کیش کار میکنه. اومده بود یه سری به خانواده‌اش بزنه و برگرده. اتفاقا ما هم داریم میریم کیش. به سلامتی و میمنه. البته با لندیگراف میریم. ای چه خوب شد. شما هم همراهشون برو که راهنماییشون کنیم، بونم خیالم راحت بشه. نه من با لنج میرم، میدونی که. وای حالا این دفعه با همین چیه؟ با همین لندرو کرافت برو، این که منم خیالم راحت بشه که اینا سه سالم میرسن. چشم. نه دیگه مزاحمشون نمیشیم، خیلی ممنون. وی مزاحمت چی؟ بفرمایید. بفرمایید تو رو خدا صبونتون رو بخورین که زودتر راهی میشیم. بفرمایید. تعارف کنم بفرمایید. بفرمایید تو رو خدا تعارف نکنید. بفرمایید. فامیلاتون بودن آش خانوم؟ از فامیلام بریما عزیزترم. جون تو و جون اینا. حتما. اگه بفهمم بشون بد گذشته او وقت ما میدونم. تو اصلا من یه جوری اینا رو میبرم کهش آب تو دلشون تکون نخوره. ها چطوری؟ خوبم، عالی. عمیق نفس کشیدم. بله بله. شما تا یه گوشه پیدا میکنین با هم گرم اختلاط میشین. تمومی نداره حرفاتون. خیلی هوای تمیز. چه آرامش خوبیه رو. ببین رویا، میگم تو حالا داشتی نگاه میکردی، به نظرت بابات رفتارش با من بهتر نشده. ببین اسمش پیش توی بده. نه ببین تو این سفر میخوام کلن اصلا دیگه یه تحول ایجاد بکنم، یعنی میخوام یه کاری بکنم که بابا دیگه بابا این داما دیگه جا ماما چشم من سلام عرض کنم خدمت برادران فتویی. آقای فتویی دیدم آفتاب میخوره تو سرتون، دیگه کلا نهشم ببخشید، گفتم اگه مایلین که نه قربونتون برم. واقعا ابی جان به همه چی فکر میکنی، ولی من اصولا از کلا گذاشتم بدم میاد. به هر حال پیشکش. خیلی ممنون. قربون شما. آقای بی کی میرسین؟ کلش دو ساعته. الان نیم ساعتش رفته یه ساعت و نیم دیگه. بعدش هم هر چی خواستی شیر مرغ جون آدمیزاد به من بگی. دیدی که آشغال من تو چقدر یه سفارش شما رو کرد. گفت جون شما و جون من. من در خدمتش. ببینم بله ببین من هر کاری که دارم میکنم، هر کاری که دارم میکنم به خاطر تو. میدونم همش به خاطر منه. نکنی خود باباشا به هیچ وجه. الان شروع سفره، بهترین وقته که خودتو دل بابا و مامان جا کنی. مامان که دوست داره، فقط یه ذره بابا. باش خیلی خوبی.
اون مامان خیال زاد ببین هر چی گفت بگو چشم مامان جا سلام خوبی؟ برای دیگه رفتیم جایی نظارتی داشته باشیم به مسائل خیلی خوبی نم بالا تر داریم میریم سویچی ما پیش توه بله بشه بله جان چیکار داشتیم؟ توی چی شمه دارم میخوام بده برد نه من برمی دارم اما این مانسا شما داماد گرفتی برای همین روزا داماد بزرگ داماد بزرگ کردی واسه چی الان میارم برد دردو قرمز دارم میخوام دست دارم لاش خیلی قشنگه خیلی قشنگه مامان اون بالا نمیدون چه آرامشی داشت آره خیلی چقدر اینا زیادن اینجا سنگینه بیام خودم نه خوب باشه باشه لبخند به لبش میمد یعنی رویا کشت من این مادر نمیدونم چشه آره من خودم میخواد روشنک بخند روشنک چیه؟ هر کاری میکنیم یه لبخند رو لباش نمیاد میخوای یه کاری کنم تا 24 ساعت بخنده اینجا برا تو؟ 24 ساعت بخنده؟ اینجا چجوری؟ بابا وقتی یه داماد با نمک و درجه یک آدم داشته باشه که این قصه ها نباید بخوره که نه خودش قرد بابا چه خطبه؟ میخوای درستش کنم؟ درستش بله درست کنم. بله بفرمایین ما سینا تحسین میکنیم سینا بیا 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 بابا بابا یه دقیقه تشبیه ری یه دقیقه تشبیه ری امیجان شما هم تشبیه هری بله بیاین امو جان بفرم سینا بیاین ستاره ستاره نه خودم ببر بالا 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 گفته